فیلم مستند گذشته ناتمام نگاهی دارد به پنج فیلمی که در سالهای 1978 تا 1992 زمان حاکمیت رژیم های کمونیستی در افغانستان فیلم برداری شده اما هرگز به پایان نرسیدند. کاش که که فیلم به کجا این مستند اما یک کارگردان متفاوت دارد. مریم غنی، دختر محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری فعلی افغانستان. رشته تخصصی مریم هنر است. میگوید بخش عمده مواد مستندش را از آرشف افغان فیلم تهیه کرده. I have in fact, uh, a یا <سؤال> 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 yeah, قرار داد داشتم <سؤال> که به من اجازه می داد به آرشیف افغان um, فلم که حالا جزء uh, آرشیف uh, ملی افغانستان است دسترسی داشته uh, باشم. دیگران نیز می توانند برای چنین کاری درخواست دهند. اما راه مناسب این است که آرشیف, 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 آرشیف افغان فلم دیجیتال شود. دسترسی فیزیکی به آرشیف افغان فلم که حالا در آرگریسات جمهوری قرار دارد، کار دشوار است. کسانی که الان به حفظ آثار گذشته سینما افغانستان هستند، می توانند از راههای مختلف برای دیجیتال شدن آنها کمک کنند در این صورت افراد بیشتر می توانند آنها را ببینند در مستند گذشته ناتمام صحنه های مختلف از فیلم های دوران کمونیست ها دیده می شوند که پیش از این در رسانه ها نشان داده نشده داستان این فیلم ها مختلفند. از موضوعات اجتماعی گرفته تا جنگ استخباراتی با پاکستان، قاچاق مواد مخدر و نبرد با گروه های مجاهدین. It was a time... در زمان رژیم کمونیستی در افغانستان فلمسازان می توانستند فیلم زیاد تولید کنند چون به منابع دولتی دسترسی داشتند اما در عین حال کار فلمسازی با محدودیت های روبرو بوده است در آن زمان سانسور زیادی وجود داشت چون هیچ شرکت خصوصی فلمسازی موجود نبود هر چیز با تسریق نهادهای دولتی می گذشت همه اینها تاثیر داشتند که فلمسازان درباره چی و چگونه فلم بسازند مریم غنی میگوید گوید فیلم ها و تکه های هنری بسیار از دوران کمونیست ها در آرشف افغان فیلم وجود دارند. حالا مسئله این است که چگونه فیلم سازان افغان و علاقمندان هنر می توانند رابطه میان گذشته حال و آینده سینمای افغانستان ایجاد کنند. چیزی که ممکن است در ارائه یک روایت روشنتر از سرگذشت مردم افغانستان برای جهان خارج نیز کمک کننده باشد. نکته قابل تعمل برای من واکنش مردم خارج در مورد افغانها است که قبل از جنگ وجود داشته شاید تصوری که از افغانستان قدیم در ذهن برخی ها وجود دارد با افغانستان واقعی آن زمان تفاوت داشته باشد افغانستان در گذشته هر چی بوده دیگر بر گردد اما گذشته می تواند دریچه باشد تا ما را وادار کند در مورد جایگاه افغانستان در شرایط فعلی و آینده فکر کنیم and it really does open up i think new ways of thinking about what afghanistan can be که فیلم با کجا میرسه. روایت کسانی که در این مستند مصاحبه کرده این است که رژیم های کمونیستی روی صنعت فیلمسازی در افغانستان زیاد سرمایه گذاری میکردند اما میخواستند محتوای فیلم ها تایید کننده سیاست رژیم و اهداف فرهنگی اجتماعی صاحبان قدرت باشند. برای اینکه صحنه ها بیشتر واقعی باشند در یک مورد حفیظ الله امین نخست وزیر وقت افغانستان خودش در یک فیلم نقش بازی کرده است البته ساخت فیلم با امکانات آن زمان همیشه هم ساده و بی‌دردسر نبوده است این در هر فیلم اینه ما مشکلات خود ما داشتیم در مثلا از مرمی اصلی ما استفاده میکنیم این تو صحنه شده که یک کارگردان ما مثلا رحمت الله خوستنگ میگه یک آدم یک اکتیورش زد یک اکتیور دیگر رو پشانیش کرد و زد جای بیرون این روزها در حال که مریم غنی سرگرم نمایش مستندش در سینما های امریکاست پدر او محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای مذاکره با طالبان چانه میزند مذاکره که شد و نشدش ممکن سرنوشت مردم افغانستان و صنعت فیلم و فیلم این کشور را از بی تغییر دهد. عارف یعقوبی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، سان